جناب فتح اعظم، استاد همه ما، به ویژه استاد بنده، به شما حال دادن. بنده اینجا خدمتون هستم که حالتون رو بگیرم، نگران نشید. کم هم نوشتم، حدود 82 صفحه، بیشتر نیست. بنده سعی میکنم که فقط 81 صفحه رو برای شما بخوانم، منتها بعضی قسمتهاش رو با لحن خواهم خوند که خیلی خسته نشید. اما خیلی مشکلی که بنده خط خودم رو بخوانم، به خصوص در تاریکی، ولی کنار بیاییم اشکال نداره. به قول شادروان، نوزر پرنگ، درود باد به رندی که چون پیاله گرفت، نخست یاد حریفان خسته جان افتاد. بنده در کمتر محفلی است که در خصوص آثار حضرت رب اعلی، آثار حضرت باب، افتخار سخنرانی داشته باشم و یاد استاد فقیدم جناب فاضل مازندرانی نکنم که به فرموده حضرت عبدالبها از جمله در لوح مبارک خطاب به ایادی امرالله جناب ویلهلم ثانی ابوالفضائل بوده است. بهایان آمریکای شمالی همان گونه که می‌دانید جناب فاضل رو عبدالبهاز گفت تو دی نورث امریکن کانتیننت خواندند، هدیه حضرت عبدالبها به آمریکای شمالی. در سال 1923 چند قدم اون طرف در هتل ونکوور 700 تن غیر بهایی از محضر ایشان در یک سالن بزرگ استفاده کردند و جناب آستین کالینز، جاودانه تاریخ کلمبیای انگلستان، بریتیش کلمبیا، در اون محفل تصدیق کرده است که ده ها تن رو به امر مبارک هدایت کرده، از جمله ادنا مانفورد، دی انجل آف اوکناگن. بنده از 16 سالگی این افتخار رو داشتم که آثار حضرت رب اعلی رو در محضر جناب فاضل زیارت کنم. محرمانه بگویم، چون برادر بزرگترم به پسر جناب فاضل انگلیسی درس میداد، جناب فاضل هم بیچاره مجبور بود به بنده درس بده و من هم مرتب مزاحم می شدم. یک روز یادم هست این رو برای گرم شدن عرض میکنم، چون ما بریکی که نداشتیم، این بریک است. رفتم منزل جناب فاضل، روبروی دانشگاه تهران بود. خدمتتون گفتم جناب فاضل من یک مقاله نوشتم در 6 صفحه، میخوام براتون بخونم دیگه، خیلی خودم رو لوس کرده بودم. ایشان یک ساعت جیبی داشتن در آوردن، گفتن ببخشید چند دقیقه طول میکشه. پرسیدم که چرا، فرمودن که الان میان دنبال من، من برم به یه جلسه. گفتم باشه روز دیگر. در حال اینقدر محبت داشتن، بسیار استفاده کردم. امروز به یاد مجمعی نیز افتادم که بیش از 50 سال پیش با شادروانان جنابان بدیع الله فرید و علی مراد داوودی داشتیم و بر اساس استفاضه بنده از جناب فاضل این آثار رو با هم زیارت می کردیم، به اصطلاح در بحر آثار حضرت رب اعلی اختماس می کردیم، شناوری داشتیم. بدیع الله فرید در اون زمان لیسانس حقوق و علی مراد داوودی لیسانس ادبیات یا فلسفه بود، هنوز ایشان دکترای خودش رو نگرفته بود و هر دو در مدارس جنوب تهران تدریس میکردند و تقریبا گمنام بودند. به قول استاد دکتر شاپور راسخ، استاد بنده، آه و دریغا که من بماندم و زاری، دسته مرغان خوشبیان همه رفتند. به هر حال بسیار خرسندم که امروز این افتخار نصیبم شده است که در محضر شما سخن بگویم. این موضوع The Bab's Doctrines on Human Nature، آرمان‌های حضرت باب
در خصوص طبیعت آدمی، سرشت انسانی موضوع بسیار وسیعی است که نیاز به روزها گفتگو دارد. باید در یک سمیناری دست کم در یک هفته مورد بررسی قرار بگیرد. به هر حال در وقت محدودی که دارم و به قول ادبا با بضاعت مزجات، سعی خواهم کرد جوهر مطلب رو عرضه کنم. به قول سراینده جاودانه استاد هوشمند فتح اعظم، در آسمان تیره و تاریک و قیرگون آن دم که ذره ای اثر از ماه و مهر نیست، گر یک ستاره بردمد از لابلای ابر، آن تک ستاره فاش بگوید که نور چیست. حضرت رب اعلی یعنی حضرت باب، مبشر آیین جهانی بهائی، در رساله دلائل سبعه به این عبارت می‌فرمایند: عنقریب فوق اکراس بیان و اعراش آن، متدققین از علمای آن و محققین از حکمای آن به ذکر آن افتخار نمایند. صفحات 30 و 31 نسخه چاپی. همان گونه که توجه فرمودید، حضرت رب العالی در این رساله می‌فرماند که در آینده پژوهشگران از اندیشمندان و دانشمندان افتخار خواهند کرد که در خصوص آثارشون پژوهش کنند. به فرموده حضرت مسیح، سنگی را که معماران بنایش به دور افکندند، عاقبت زینت ایوان گشت. انجیل متی باب 21. امروز در عظیمترین مجامع و معاهد علمی و در عالی ترین مدارس امم، معارف بهائی تدریس می شود، مورد پژوهش دقیق قرار می گیرد و از جمله آثار حضرت باب با دقتی کمیاب بررسی می گردد. حضرت باب در آثار حضرتشان همواره توصیه فرمودند که سخن کوتاه باشد، هر مقالت کوتاه باشد، لفظ خفیف و خفت را که در عربی اصلا به معنای سبک و سبکی است، در معنای کوتاه و کوتاهی نیز به کار بردند. امیدوارم بنده هم بتوانم مطالب را کوتاه بیان کنم. باور بفرمایید بنده اصولا کم حرفم و عجب است که احدی حتی همسرم این حقیقت را نمیپذیرد. اما یه چیزی به شما عرض کنم، امروز 1.5 ساعت باهاش بحث کردم، استدلال کردم، ثابت کردم که من کم حرفم. باری عمد دارم ثابت نمایم که حضرت باب همواره به اختصار در کلام کوشیده اند. به همین جهت است که آنچه در باب طبع انسانی، سرشت آدمی فرموده اند در کمال اختصار ولیکن جامع الاطراف است، به قول انگلیسی زبانان کامپریهنسیو است. ببینید حضرت باب در بیان فارسی باب 19 از واحد 7 به این عبارت می‌فرمایند: هیچ عملی بعد از معرفت افضل از صلات نبوده و نیست. صدای بنده خیلی بلند نیست؟ خوبه؟ چون این صدای بنده اصلا مثل بوق حمام میمانه، وقتی که بلند هم که بشه دیگه. این بابک پسر بنده که میدونید قدش بلنده، بابک ایزدی فامیل مادرش رو داره، صداش مثل صدای بنده است و وقتی به خانه ما میاد همه همسایه‌ها تلفن میکنن تبریک میگن.
می‌فرمان در بیان فارسی هیچ عملی بعد از معرفت افضل از صلات نبوده و نیست. بعد از عرفان حق، شناخت حق، هیچ عملی والاتر از اداء نماز نیست. بعد در همین بخش از بیان می‌فرمایند و احب به صلات صلاتی است که از روی روح و ریحان شود و تطویل محبوب نبوده و نیست، و هرچه مجرد و جوهرتر باشد عند الله محبوبتر بوده و هست. دقیقاً مفاد بیان مبارک رو گرفتید. میفرمان نماز باید کوتاه باشه، از روی روح و ریحان ادا بشه، هرچه مجردتر باشه، یعنی شاخ و برگ نه، تجرید اینه، شاخ و برگ نداشته باشه، جوهرتر باشد محبوبتر است. اجازه بفرمایید برای نقاشی و تصویر دقیق موضوع مثال دیگر از آثار حضرت باب نقل نمایم. در رساله قنا که در اصفهان خطاب به یکی از عالمان آن سامان سلطان و زاکرین نازل شده است، جوهر مطلب این است که قنا، سماع، موسیقی، آواز باید جهت ربوبی داشته باشد. مجموعه شماره 14 آثار حضرت باب، دارالآثار ملی بهایان ایران، صفحه 449. گمان کردم اینجا اسوسییشن فور بهای استادیز بایستی همش جناب فخر اعظم که همیشه استاد بنده هستن به بنده آموختن که با سند حرف بزنن، بی سند نیست. جهت ربوبی داشته باشد موسیقی، قنا، سماع، آواز، جهت ربوبی داشته باشد یعنی آدمی را به سوی حقیقت هستی، به سوی حقیقت مطلق، ابسولوت ریالیتی بکشاند. در این رساله قنا می‌فرمایند این موسیقی، این قنا در هیچ آیینی حرام نبوده است. حتی اسلام رو تصریح می‌فرماید، می‌فرماید حرام نیست در اسلام قنا اگر جهت ربوبی داشته باشد. حتی به رساله ملا محسن فیض جد خاندان جلیل فیضی استناد می‌فرماید و دلایلی میارن که در هیچ دینی موسیقی حرام نیست، مگر آنکه به قول بچه ها موسیقی باشد، چیزی که جهت ربوبی نداشته باشد. جناب صفایی دوست عزیز بندم اینجا ریستر ساعت شگهگاه نگاه میکنه ببینه من کی میرم تو اصل مطلب. نگران نباشید، فقط بنده 20 دقیقه مقدمه عرض میکنم بعد میرم توی مطلب. بعد در این رساله مطلب جالبی رو می‌فرماند که همه مظاهر مقدسه الهیه، همه مربیان آسمانی دارای لحن خوش بودند. البته شما تاریخ امر رو به خوبی می‌دانید. حضرت باب، حضرت بهاءالله، حضرت عبدالبها لحن بسیار ملکوتی داشتند. لحن حضرت باب رو دو تن به ویژه برای ما نقاشی کردن. یکی دکتر ویلیام کورمیک، پزشک مخصوص ناصرالدین میرزا ولیعهد، و دیگری جناب شیخ حسن زنوزی از مشاهیر بابیان. لحن ملکوتی حضرت باب رو، حالا این بیان حضرت رب اعلی، این رو عمد دارم این مطالب رو عرض می کنم به عنوان مقدمه، این بیان حضرت رب اعلی در رساله قنا که اگر بخواهید صفحات 815 به بعد کتاب حضرت باب، بنده این رساله قنا رو مفصل معرفی کردم محتواش رو،
این رائحه معطره بیان حضرت رب العالی در رساله غنا همون رائحه معطره بیان جمال ابهاس در کتاب عبد است که در موسیقی، در باب موسیقی میفرمان انا جعلناه مرقاتا لعروج الارواح الى الافق الاعلا لا تجعلوه جناح النفس والهوى. بفرمان موسیقی رو ما نردبامی قرار داده ایم برای ارتقاء ارواح به افق اعلا، اون رو بال پرواز برای هواهای نفسانی خیش ننمایید. اجازه بفرمایید یک مطلب دیگر رو هم در مقدمه عرض کنم، بعد وارد اصل مطلب بشم. شاید این نکته برای بسیاری از شما جالب باشد و اون این است که آیا آیین بابی، نهضت بابی، زیرا حضرت الله بارها بابی موومنت به کار بردن، نهضت بابی از جمله در پیشگفتار اثر جاودانه خودشون God passes by. ببینیم این نهضت بابی، شرع بیان، یک آیین مستقل است یا بخشی از آیین بهائی است؟ این قضیه، به قول انگلیسی زبانان این premise، اگر به صورت یک معادله تصور بشود دو پاسخ دارد. پاسخ نخست این است: بلی، آیین بابی شرعی مستقل از آیین جهانی حضرت بهاءالله است. دلائل متعدده، بیانات متعدده در آثار طلعات مقدسه بهایی است. حضرت رب العالی خودشون بارها فرمودن جمال مبارک هست عبدالبها حسب الله. بنده فقط به یک بیان از حسب الله استناد میکنم در اثرشون The Dispensation of Bahá'u'lláh که به عنوان دور بهایی ترجمه شده، عنوان هست دور بهاءالله، صفحه 31 نسخه انگلیسی. حضرت فتح اعظم قسمت هایی از این رساله رو به فارسی بسیار زیبا و شیوا به نظر بنده برگردان فرمودن. در این Dispensation of Bahá'u'lláh می فرماند که عظمت ظهور نقطه اولا بیشتر در مقام مظهریت آن حضرت است تا مبشریت. یک تمثیلی هم فرمودن، می فرمان اگر مظهریت رو در یک کفه ترازو و مبشریت رو در کفه دیگر بگذاریم، کفه مظهریت سنگین تر است. این یک پاسخ معادله است. پاسخ دیگر معادله این است که اگرچه دور بابی، بابی دیسپنسیشن، بر حسب ظاهر 9 سال است و پس از آن عهد ابها آغاز می گردد، ولیکن به اعتبار دیگر دور بابی تا پایان دور بهاءالله ادامه دارد. این نکته نیز مستند است به بیان صریح حضرت ولی امرالله که می‌فرمایند His dispensation، یعنی دور حضرت باب، His dispensation in a sense will last as long as Bahá'u'lláh last مأخذ The Dawn of a New Day، صفحه 94. می فرماین دور بابی به اعتباری همانقدر امتداد دارد که دور بهاءالله امتداد دارد. حضرت ولی امرالله به عنوان مبین کلمت الله تأکید می فرماین که پژوهشگران بهایی
نباید آیین بابی را از آیین بهائی منفصل شمارند. به صریح عبارت می‌فرمایند آیین مقدس بهائی یک واحد جامع و کاملی است که امر حضرت اعلی را نیز در بر دارد و این نکته است که باید مورد تأکید قرار گیرد. امر حضرت اعلی را نباید از امر حضرت بهاءالله منفصل شمرد، هرچند اوامر منسوسه کتاب مبارک بیان منسوخ و احکام کتاب مستا بغدس به جای آن وضع گردیده، ولی چون حضرت اعلی خود را مبشر ظهور می دارند محسوب می دارند، یعنی ببخشید چون حضرت اعلی خود را مبشر ظهور حضرت بهاءالله اعلان فرمودند، اهل بها دور حضرت اعلی و دور جمال ابها را معن ماهیتی واحد محسوب می دارند. یعنی ظهور اول را مقدمه ظهور ثانی می دانند. مأخذ بیت لعظم کتاب اقدس و ملحقات صفحه 16 و 17. خب این مقدمات خیلی طولانی شد، حالا وارد متن خواهیم شد. گفتن در یک محفلی خیلی طول کشیده بود، ناظم مظلوم معصوم هم از یک خانومی تقاضا کرد که یه مناجات کوتاهی بخونه که جلسه تمام بشه. این خانوم محترمه هم دفتر مناجات باز کرد که نشان بده با همه مناجات ها خیلی آشناست. باز کرد شروع کرد یه مناجات 3 صفحه‌ای از جمال مبارک، اونجایی که بفرمان اگر از لغات متنوعه عرف صنایتو متزوه نشد. 3 صفحه خاند 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 خاند، دیگه نفسش اون اواخر مناجات گرفته بود. وقتی که تمام شد گفت بست و بوسید و گذاشت کنار، گفتش که آخه قربونت برم، عجب مناجات مفصلی بود. حالا بیانات مبارکه 1 و 2 و 100 و 1000 نیست، باید زیارت بکنیم ولی فرصت نیست. اونجا دیگه باید اون وقت بگیم آخه قربونت برم، چقدر مفصل بود. باری جوهر مطلب این است که آیین بابی نمای کمرنگی از آیین جهانی بهائی است، مقدمه است بر آیین بهائی، پل واسطی است میان ظهورات گذشته و ظهور حضرت بهاءالله. در این دور 2 ظهور ظاهر شده اند که ظهور نخست راه را برای ظهور دوم هموار کرده است. اما آرمان‌های حضرت باب در خصوص طبع انسانی، سرشت آدمی، human nature، حضرت باب در بیان فارسی باب 6 از واحد 8 به عین عبارت می‌فرمایند کل کینونیات در فطرت اولیه به احسن جمال خلق شده. تکرار میکنم بیان از رب العالمین، کل کینونیات در فطرت اولیه به احسن جمال خلق شده. همان گونه که توجه فرمودید میفرمان ذات هر موجود، ذات هر انسان در روز نخست به نیکوترین گونه ای آفریده شده است. در همین بخش از بیان حضرت باب امر می‌فرمایند که آدمی باید هر روز در آینه نظر کند و خود را ببیند و سپاس خداوند به جای آورد که او را ذاتاً نیکو آفریده است. رائحه معطره این بیان همان رائحه معطره بیان حق خطاب به انسان در کلمات مکنونه عربیه است. صنعتک عزیزا بما تستذل و من طین الحب اجنتک، فقره 14
از کلمات مکنونه عربیه. می فرماید ای آدمی، تو را عزیز آفریدم، چرا خیشتن را ذلیل می نمایی؟ همواره به یاد دار که تو را از خاک عشق سرشتم. آدمی در اندیشه عرفانی، فلسفی و علمی بابی و بهایی نیکو و عزیز آفریده شده و زاده عشق است. باور بفرمایید از این آرمان زیباتر آرمانی نیست. این آرمان را برای مجرمان مسیحی تبار در همین ونکوور که باور دارند آدمی مادرزاد گناهکار است بارها کاویده ام. از استاد، دانشجو، مجرم در روان و رفتار بسیاری از آنان اثر گذاشته است. برخی از این حکایات را در کتاب خیش Education بهای ساری ببخشید Spiritual Education Crime and Addiction که فارسی آن تحت عنوان تربیت روحانی، جور و اعتیاد امیدوارم به زودی از چاپ درآید درج کردم. استاد ارجمند جناب دکتر راسخ در جریان این کتاب هستند. این که بیان می شود آیین بابی نمای کمرنگی از آیین بهایی است واقعیت است. آیین بابی و آیین جهانی بهایی تئوری وجود گناهکار مادرزاد یا مجرم مادرزاد را مردود می شمارد. بحث بنده راجع به سرشت آدمی است. در آثار از رب اعلی داریم زیارت می کنیم ببینیم چه می فرماد امر و چه گفته اند دیگران راجع به سرشت آدمی. امروزه در جهان علم نیز تئوری سزار لومروزو، پدر دانش جرم شناسی و بنیانگذار مکتب اثباتی زیستگرایی در جرم شناسی که به وجود مجرم مادرزاد باورداشت رد شده است. حتی در ایام فورل اگر این کتاب بنده تحت عنوان فورل نابغه بهایی رو ملاحظه فرموده باشید، به قول یزدیا اگر سرتون بگیره ملاحظه بفرمایید، داستان ملاقات فورل رو که در کتاب خودش، زندگی نامه خودش Out of my life، مفصل ملاقات خودش رو با لومروزو پدر دانش جرم شناسی بیان می کند و جوهر مطلب این است که به او گفته است که دست بردار از این حرفا. یعنی چی مجرم مادرزاد؟ یعنی چی؟ لومروزو سیما و تن مجرمان مادرزاد را این گونه تصویر کرده است. میگوید که اینهایی که یه همچین قیافه‌ای دارن مجرم مادرزادن. حالا خیلی هست، بنده بعضیاش رو برای شما میخوانم. عدم تعادل و توازن دو نیمکره کاسه سر، گونه های برآمده غیر عادی، گوش های بسیار کوچک و یا بسیار بزرگ، لب های گوشتی باد کرده و بالا آمده، ناهنجاری های درشتی در دندان ها، چانه پس رفته یا بسیار دراز یا کوتاه و پهن مانند بوزینه ها، بازوهای دراز، چیل و چروک های زودرس و فراوان در چهره. بعد در همین استفی و در ایران هر جا که تدریس جرم شناسی می کردم این بحث ها مطرح می شد، دانشجو به هم دیگه نگاه می کردن ببینن این، حالا بعضی ها دیده به هم نگاه می کنن، نگران نباشید این تئوری رد شده، مجرم مادرزاد اصلا معنا ندارد. اگر فرصتی شد به هنگام بحث در خصوص آرمانهای حضرت باب در زمینه تعلیم و تربیت کودکان عرض خواهم کرد که اصل تقدم حرف اثبات بر نفی در امر بدیع مصادیق مختلف داره، برای اینکه اصلا نه تنها این مطالب در امر مبارک اصلا مقبول نیست،
که کودک معصوم رو از آغاز به خاطر چند خلاف که می کند مجرم مادرزاد بدانیم و بعد بگوییم بله این فلان است و بهمان. خیلی حضرت باب داخل این مباحث هم شدند. الان عرض می کنم چگونه. این اصل تقدم حرف اثبات بر نفی، اصل تقدم اثبات بر نفی در آثار جمال عقد صبها به اختصار در آثار حضرت باب هم مطرح شده، مصادیق مختلف داره. یکیش این است که در ادوار گذشته همیشه بیان میشد لا اله الا الله، در این ظهور همیشه هست الله و لا اله الا الله، اثبات نفی. در مورد اکثریت منافقین و ناقضین در ادوار گذشته در امر مبارک حرف اثبات بر نفی پیشی گرفته، یعنی ناقضین همیشه در کمال اقلیت بودند، حرف اثبات بر نفی تقدم یافت. یکی از مصادیق این اصل تقدم حرف اثبات بر نفی همین است که ما باید نفوس رو تشویق کنیم، از طریق تشویق نفوس بدان رو خوب بسازیم. این در آثار از باب هم هست. اصلا عباراتی که به کار بردن برای بنده که در زمینه جرم شناسی اینو بیشتر کار کردم و جامعه شناسی اصلا عجیبه. بیاناتشون مفادش این است که کودک باید خودش رو در آینه در مرآت هیئت اجتماعی خوب ببینه. درست یک تئوریست به نام تئوری معروف لوکینگ گلاس سلف، هورتن کولی جامعه شناس معروف آمریکایی این تئوری رو داره که میگوید انسان خودش رو در آینه جامعه میبینه. ببینید وقتی به کودک کسی گلاب بروتون ببخشید یه قدری هارشه، به کودک بگوید کر خر دزد بیشرف، کودک خودش رو در آینه جامعه کر خر و دزد و بیشرف میبینه. حالا گوین که یک پدری به بچهش گفته بود کر خر، بچه هم با جسارت گفته بود که همه آدم های حسابی منو آدم میبینن، تو چه جور جونوری هستی که منو کر خر میبینی؟ وقتی که به کودک میگوییم نازنین عزیزم چقدر زحمت میکشی برای دروست، بیشتر زحمت بکش، در آینه جامعه خودش رو نازنین عزیز هارد ورکینگ با پشت کار میبیند. این تئوریست که 52 سال پس از شهادت حضرت باب چارلز هورتن کولی جامعه شناس و رفتارشناس شهیر آمریکایی در یکی از شاهکارهایش Human Nature and Social Order ارائه کرده است، سرشت آدمی و نظم اجتماعی. حضرت باب 50 و چند سال پیش از ارائه این تئوری این مطلب رو چقدر زیبا و شیوا در آثارشون توضیح دادن. این تئوری Looking Glass Self الان وسیله جامعه شناسان و رفتارشناسان، روانشناسان، روانپزشکان بسیار مورد قبول هست. جناب صفایی هستالی که سرور بنده هستید همیشه 1 ساعت قبل از اتمام به بنده خبر بدید. قرارمون اینه، فراموش نفرمایید لطفا. حضرت باب در آثار حضرتشان و از جمله رساله سر قدر یعنی راز سرنوشت که در پاسخ فاضل‌ترین حواری حضرتشان آقا سید یحیی دارابی وحید کشفی نازل فرمودند، جناب وحید کشفی رو بفرمان The most learned among his disciples، فاضل‌ترین بابی رو جناب وحید میدونن. البته از لحاظ عرفانی جناب قدوس والاترین مقام رو داشتن، نه از نظر تحصیلات مدرسی و اکتسابی، برای اینکه خط جناب قدوس رو اگر شما نگاه کنید میتونید بخونید،
حضرت عبدالبها هم تصریح می‌فرماند. تحصیلات ظاهریشون همون 5-6 سال در مشهد خراسان بود و بعد هم در محضر جناب سید کاظم رشدی و فاضل‌ترین جناب وحید کشفی است، ولی عارف‌ترین حضرت قدوس است، در اوج است. در این رساله سر قدر، راز سرنوشت، کتاب به جناب وحید، و همچنین در رساله جبر و تفویض که هر دو رساله در همون مجموعه شماره 14 دارالآثار ملی بهایان ایران درج گردیده است، و در توقیع کل الطعام که البته نباید با لوح حضرت بهاءالله تحت همین عنوان کل الطعام اشتباه بشود. این لوح کل الطعام هم در یک مجموعه دیگری است که در عرض اقدس ایفا موجود است و مورخ 27 محرم سال 1331 هجری قمری است. بیانات مفصلی در خصوص نهاد آدمی، سرشت آدمی، human nature می‌فرمایند. نخست می‌فرمایند که درک ذات سر قدر یعنی راز سرنوشت ناممکن است، محال است. در توقیع سر قدر صفحات 479 و 480 مجموعه شماره 14 به این عبارت در باب آن می‌فرمایند: سر من اسرار الله، مرفوع فی حجاب الله، اسود کاللیل الدامس. می‌فرمایند این رازی از رازهای ناگشودنی خدایی است، در پشت پرده الهی پنهان است. ورود در آن، ورود در شبی بسیار ظلمانی است که هیچ چیز در آن دیده نمی شود. لیل دامس. این بیانات از جمله بیانات حضرت بهاءالله را در رساله چهاروادی به یاد می آورد. دوستانی که این چهاروادی رو با هم مطالعه کردیم به خاطر دارند، در باب سر قدر شاید جلسات متعدد روش بحث داشتیم. در این رساله چهاروادی جمال قدم به این مضمون می‌فرمایند که اگر همه کائنات جاودانه تلاش نمایند که این رمز شریف و سر لطیف را باز نمایند، از عهده بر نیایند. و به این عبارت می‌فرمایند زیرا که این مقام قدر است و سر مقدر. تا صفحه وقت هست هنوز چند دقیقه؟ نیم ساعت هست. ما از اربابمون بعد اجازه بگیریم و الا بعدا گرفتاری داریم. در بحث سر قدر، راز سرنوشت، حضرت باب می‌فرمایند که در دم دروازه هستی حق به آدمی ظرفی می‌دهد که آکنده از خیر است و آدمی نباید هرگز این ظرف خیر را واژگون نماید. اگر واژگون نماید دیگر موجود نیست، معدوم است، زیرا عدم خیر شر است و شر معدوم است. می‌فرمایند مراد از قدر تطبیق اراده انسانی با مشیت الهی است. آدمی باید اراده خود را در جهت اراده حق قرار دهد. درک این نکته که تا چه حد اراده انسان در تعیین تقدیر خیش مؤثر است، یک جنبه از سر قدر نامیده می شود. حضرت باب در توقیع میرزا محمد سعید فدا بر این نکته تصریح فرمودند. احوال او را در تاریخ اردستان به تفصیل نوشتم، زیرا که خواهر او زینب بیگم
جده جناب فتح اعظم است و جده بنده هم البته این افتخار است. از فضلا، اندیشمندان و شاعران دربار محمد شاه و بسیار معروف در توقیع او بر این نکته تصریح فرمودند و می فرمایند که وادی سر قدر هو اوسع اما بین سماء القابلیات و ارض المقبولات. می فرمان وادی سر قدر وسیع تر از آسمان قابلیات یعنی استعدادات و مقبولات یعنی پذیرش هاست. اینجا اگر بنده بخوام این مطلب رو بکاوم نیم ساعت وقتم رو میگیره، ازش میگذرم. ببخشید یه قدری مغلق صحبت میکنم. هر وقت در هر محفلی به این صورت مطالب رو ادا میکردم، یکی از بستگان بسیار عزیز ما، خانومی که لهجه غزنی غلیظ یزدی داشت، برای رفع خستگیتون عرض میکنم، مرا که میدید میگفت اگر گربه مدارسه مایی با قرائت بگو معو معو یعنی خیلی لفظ قلم صحبت کرد. خلاصه مطلب رو اینطور می فرمان: آیا حق که قادر مطلق است زمام تقدیر را به دست دارد، یا خلقت آدمی چنان شده است که تقدیرش به دست خودش باشد؟ معروف است که جناب حاج ابوالحسن امین اردکانی که احوال او رو در کتاب قاموس کتاب اقدس مفصل نوشتم، می توانید ملاحظه بفرمایید، امین دوم حقوق الله و ایادی امر الله پاست چومسری بعد از سعود، ایشان گاه این آیه قرآن را که می فرماید والله یهدی من یشا، خدا هر کسی را که بخواهد هدایت می کند، با لهجه یزدی قرائت می فرمود والله یهدی من یشا، یعنی هر کس خودش بخواد خدا او رو هدایت می کنه. از این جناب امین داستانهای شیرین بسیار نقل شده است. می گویند که هر وقت کسی عطسه می کرد وسط یک اقدام مهم یا حادثه ای، جناب امین به عطسه هنوز اعتقاد داشتن، می گفتن صبر کنید عطسه آمد. یه روزی یکی از احبا جرأت می کنه به جناب امین عرض میکنه قربان حضرت عبدالبها فرمودن عطسه چیزی نیست، ایشون بلافاصله می گوید بی چیز هم نیست. حالا دوستان عزیز، اراده انسانی نیز بی چیزی نیست، نقش داره. خلقت ما چنین است که اراده انسانی در سرنوشت ما اثر کند. در آثار مبارکه به کرات این مسئله مطرح شده و از عبدالبها به تصریح در مفاوضات بیان می فرماند که ما در تمام امور مجبوریم مگر در ارتکاب خیر و شر، که از نظر بنده که جزایی هستم بسیار مهم است، به ویژه از لحاظ تربیتی. در ارتکاب شر و خیر ما مختاریم، من نه مجبور. خلقت ما به گونه ای است که جبر و اختیار هر دو در پندار و گفتار و رفتار ما نقش دارد. حضرت باب از جمله در رساله جبر و تفویض و در رساله میرزا محمد سعید فدا، فیلسوف و شاعر نامدار عصر قاجار، بدین نکته اشاره فرمودند. در همه این آثار درک میزان نقش جبر و اختیار را مخصوص اهل فؤاد دانستند. میفرمان اهل فؤاد میفهمند نقش جبر و اختیار چه هست، در چه میزان است. در همین رساله جبر و تفویض می فرمان ذالک مخصوص لأهل الافئده، یا می فرماین مخصوص واردون علی باب الفؤاد است. در آثار حضرتشان از جمله بیان فارسی و رساله غنا، اهل فؤاد رو تا حدودی تعریف فرمودند. در یک تایپالوجی، در یک
تیپ شناسی در رساله غنا جماعات آدمی را به سه طبقه تقسیم می‌فرماید: ظالم لنفسه، مقتصد و سابق بالخیرات، به استناد کتب مقدسه قبر. هر یک رو تعریف می‌نمایند. سرانجام می‌فرمایند سابق بالخیرات، فائز به اعمال حسنه است، زیرا عامل به اراده الهی است. او هم صاحب اعتدال است و هم حسن اعمال، زیرا مطیع اراده مالک مبدا و مال است. انسان حقیقی کسی است، اهل فؤاد، که از عقل خیش مدد میگیرد و قلبا و فعلا به احکام الهی عامل است. چون این انسانی میتواند صاحب فؤاد شود. بیان میفرمایند که فؤاد محل تجلی ظهورات عقل و بروزات قلب است. صاحب فؤاد است که انسان واقعی است، انسان کامل است. کوتاه سخن آن که صاحب فؤاد، اهل فؤاد، وارد در فؤاد نفسی است که دانش تجربی را نفی نمی کند، ولیکن اصولا از بینش اشراقی مدد می گیرد. این تعاریف بعداً در آثار حضرت عبدالبها تبیین و توضیح گشته است. من اینجا یه مثالی عرض کردم. برای مثال حضرت عبدالبها می فرمایند که اقتصاد شناسی که به عنوان یک شاخه علمی با استفاده از روش شناسی مخصوص کار خود را می کند، کارش چی است؟ بر پایه تجربه و استنتاج منطقی، هدفش افزایش سود شخص حقیقی یا حقوقی است. ولیکن در کاربرد نتایج اقتصادشناسی، عامل اخلاق را بسیار مهم می‌دانند. عامل اخلاق را در تعدیل ثروت نقش عظیم می‌بخشند. اهل فؤاد دانش تجربی رو رد نمی کنند، بلکه جوهر دین که اخلاق است، جوهر دین که شفقت است، جوهر دین که مهر و محبت است، برای اهل فؤاد عامل اساسی انتظام و ترتیب و اداره امور است در عالم. حالا جهت عرفانیش را بگذاریم، این جهت اجتماعیش بود که عرض کردم. حالا عملی که از فرد صادر میشه در آیین بابی چگونه توصیف میشه؟ حضرت باب انجام هر عمل و فعل و کنش فردی و اجتماعی را لله می‌فرمایند. این لام، لام تخصیصه و انحصار، صرفاً به خاطر خداوند. هیچ عملی در شرع بیان مقبول نیست مگر آنکه لله باشد، فقط به خاطر رضای الهی. چون حق می‌فرماند خیر مطلق است، مخلوق خیر مطلق خیرخواه است. هر عمل که می کند در همان جهت خیر الهی است. حضرت باب در باب دوم از واحد هفتم بیان فارسی می فرمایند: ملخص این باب آن که هیچ عملی عمل نمی گردد الا آن که لله واقع شود. و در متن همین باب می فرمایند: و محبوب نیست که کسی عملی کند از برای کسی الا آنکه لله کند. باری خلاصه آنچه که تا حال گفته این، آنچه از آثار حضرت باب و از جمله بیان فارسی، تفسیر کوثر، تفسیر والعصر، توقیع میرزا حسن وقایع نگار، توقیع میرزا محمد سعید فدا
دریافت میکنیم این است که خلق از حق صادر شده است. آدمی اصلا کل آفرینش از حق صادر شده. این صدور رو و ظهور رو حضرت عبدالبها دقیقا تعریف میفرماید. نمیگیم آفرینش از آفریدگار ظاهر شده، صادر شده است. این اصطلاح رو در این معنا به کار برده اند که وقتی که خدا می آفریند چیزی از خدا کم نمی شود، نقصانی در حق پدید نمی شود. ظهور همون اعتقاد مکتب معروف پنتئیزم وحدت وجود است که می گوید کل یونیورس کازمس خداست. اگه یه تیکش برداری یه تیکه از خدا برداشته میشه، کم میشه. این ظهوره. صدور نقصان حاصل نمیشه. این فرق صدور و ظهور رو باید این نمیخوام ملا لغتی یا لغوی و نقوی بشم، ولی درک این مصطلحات برای ما اهل بها لازمه، چون باید آثار رو بهتر بگیریم. خیلی که قلوب به سلوب میگویم یه قدری شما ها اخباتون میره تو هم، ولی کور خوندید. من اینجا برای جوک گفتن نیومدم طبق معمول، اینجا اسوسییشن فور بهای استادیز یادتون باشه، ولی حالا دلش کن. گفتن دو تا خانوم با هم بحث میکردن در باب معانی لغات، یکی به دیگری گفت فریده میدونی فرق حادثه و فاجعه چیه؟ گفت نه. گفت حادثه اینه که مادر شوهرتو هل بدی تو دریا، فاجعه اینه که شنا بلد باشه. همان گونه که قبلا عرض شد، در توقیع سر قدر حق را خیر مطلق و آدمی را حامل ظرف خیر فرمودند. در بیان فارسی بر نکویی کیلونت آدمی تصریح می‌فرمایند. حضرت باب آدمی را صورت و مثال الهی دانستند. از جمله در تفسیر والعصر می‌فرمایند لا شک ان صورت الانسانیه هی هیکل الالهیه. دقیقاً رائحه معطره بیان جمال اصحابها و حضرت عبدالبها رو داد. از همه این بیانات مبارکه مستفاد می شود که ذات آدمی جز عشق و خیر چیز دیگر نیست. در اندیشه عرفانی فلسفی بابی آدمی استعداد عشق و خیر دارد و عاشق و خیر هرگز ضرش به احدی نمی رسد. هر گونه خشونت به هر بهانه و عنوان در آثار حضرت باب مردود شمرده شده است. چند لحظه دیگر این نکته را به تفصیل بیشتر میکاوم، یعنی ساعت بعد. همان گونه که بیان شد حضرت باب تصریح میفرمایند که انجام هر عمل باید صرفا لله باشد. به کلی خودگرایی و خودپسندی منفی را از قاموس اخلاق انسانی اخراج می نمایند. می گویم خودگرایی و خودپسندی منفی، زیرا عشق به خود از انواع عشق مطلوب است و حضرت عبدالبها در تفسیر کنت و کنز این عشق را یا این محبت را واجب دانستند. عشق به خود در تفسیر کنت و کنز خیلی حضرت عبدالبها روش تأکید فرمودند. این به معنای خودپسندی منفی نیست. جناب صفایی 5-6 دقیقه دیگه من بحثم رو تمام میکنم، هست فرصت؟ بیشتر هست؟ نه من رو لوس نکنید، اون وقت یکی تجاوز میکنم. آثار حضرت باب توضیح میدهد که سرشت انسان چیست و آدمی باید چگونه باشد. آن حضرت در توقیعی میفرمایند فنظر فی قدرت الله کیف یخلق الله عبادا یرزون
به ان یکونون نورن لله مثل المصباح یهرقون به انفسهم و یستضیعون من فی حولهم. مجموعه چاپی پنج شعر صفحه 296 می‌فرمایند نظر در قدرت الهی نما که چگونه بندگانی را می آفریند مبعوث می کند که چون چراغ می سوزند و اطراف خیش را نورانی می نمایند. در رساله دلائل سبعه نیز در بیان مراتب ایثار و فدا می فرمایند که شخص مؤمن باید چون چراغی بسوزد و اطراف خیش را نورانی نماید. به این عبارت می فرمایند زیرا که نور مقامی است مثل مصباح که خود را می سوزاند از برای استضاعه دیگران، زیرا که در نور هیچ جهت انیت باقی نمی ماند. همون گونه که توجه فرمودید می فرمایند که نور ابدا در اندیشه خود نیست و هدفش نورافشانی به اطراف است. پس از بیان نقل شده به این عبارت می‌فرمایند چنانچه اگر زنده هستی خواهی دید انوار این ظهور را که خود به نفسه از انیت نفس خود می‌گذرد برای اقامه توحید خداوند و اوامر و نواهی آن. نسخه چاپی دلائل سبعه صفحات 58-59 می‌فرمایند که در آینده نفوس مبارکی مبعوث خواهند شد آری و خالی از خودگرایی و خودپسندی منفی برای ترویج امر الهی. آنچه را فرمودن در تاریخ امر بهایی تجسم یافت و امروز نیز ما شاهد ایثار، فدا و جانبازی یاران ستم دیده ایرانیم که در نهایت عشق و وفا در بهبوهه بلایا چون مصباح، چون چراغ می سوزند و اطراف خیش را نورانی می نمایند. در رستگاری شناسی بابی و بهایی، در فلاح شناسی بابی و بهایی، بابی یا بهایی سلویشن، بابی یا بهایی سوتیریالجی، رکن اصلی، شرط اصلی برای نجاح، فلاح، رستگاری، تلاش برای نجاح و رستگاری دیگران است. کجای این ضوابط، این آرمان‌ها، این داکترین‌ها قابل مقایسه با آرمان‌های مکاتب فکری جان گرفته از سوشل داروینیسم، داروینیسم اجتماعی است؟ مکاتبی که انسان را حیوانی درنده به قول انگلیسی زبانان بیست و جامعه انسانی را جنگلی بی در و پیکر می داند و ضابطه کلی حاکم بر جامعه انسانی را قانون بقای اسلحه می شناسد. کجای این آرمان ها، این داکترین ها قابل مقایسه با ضوابطی اند که مکاتب به اصطلاح روشنگری انلایتنمنت و روندهای فکری سیل تجددگرایی مدرنیزم با آن همه کاهشگرایی مینیمالیزم یا ریداکشنیزم ارائه می نماید؟ مکاتبی که آدمی را صرفاً موجودی سودگرا، خودرفاهجوی، سلف اینترستد، رقابتجوی، کمپتیتیو، خودگرای، ایگویست می شناسند. بی سبب نیست که میگوییم نهضت بابی، آیین بابی نمای کمرنگی از آیین جهانی بهائی است. خسته نباشید، ساعت دیگر بنده در محضرتون خواهم بود و جسارت دارید.